الحمد لله رب العالمین و الله علی سید الانبیاء و بحث درباره قیاس اقترانی شرطی بود قسم سوم از قیاس اقترانی شرطی اون قیاسی است که معلف از یک متصله و یک منفصله باشد اما فرمودند در مقدمه توضیح دادند که جزء مشترک میان متصله و منفصله حتما جزء تامه فرض ما در اون حالت است که جزء اون حد مشترک میان متصله و منفصله اون جزء تام هر دو قضیه است نه اون جایی که یکی تام باشد و دیگری غیر تام یا هر دو غیر تام باشد در چون این حالتی حد اقل چهار فرض قابل تصوره فرض اول این است که متصله سغرا باشد فرض دوم این است که متصله کبرا باشد دو فرض دیگر هم مطرحه و اون این است که اون جزء مشترک در متصله یا جزء مشترک است که در مقدم متصله قرار دارد یا در تالی متصله قرار دارد این دو حالت با اون دو حالت قبلی مجموعا می شود چهار حالت یعنی چهار مثال قابل در واقع بیانه یا چهار فرض قابل تصویره فرض اول این که متصله ما سغرا باشد و منفصله ما کبرا و اون جزء مشترک بخشی از مقدم اون متصله باشد فرض دوم این است که باز هم متصله ما سغرا و منفصله ما کبرا باشد اما اون جزء مشترک بخشی از تالی متصله باشد نه بخشی از مقدم متصله مثلا من باب مثال میگیم که کلما کان العدد و زوجن کلما کان عدد و زوجن قابل للقسمه به متساویین که هرگاه اگر عددی زوج باشد قابل قسمت به دو قسمت مساوی خواهد بود این یک شرطیه متصل است بعد در منفصله میگیم العدد الصحیح اما قابل للقسمه به قسمت المتساویه و اما غیر قابل للقسمه میبینیم که قابل قسمت در منفصله و در متصله با همدیگر اشتراک دارند و هر دو هم جزء تامه اما متصله ما سغراست و منفصله ما کبراست و اون جزء مشترک در متصله تالی متصله است نه مقدم متصله دو فرض دیگر هم مطرحه و اون دو فرض دیگر اینه که متصله ما کبرا باشد و منفصله صغرا اونجا هم یا بخشی از مقدمی متصله مشترک با منفصله یا بخشی تالی متصله مشترک با منفصله این چهار حالت برای ما مهمه و در واقع حکم تمایز چندانی در بحث نتیجه گیری ندارن و آنچه که مهم است این است که وقتی یکی متصله و دیگری منفصله باشد منفصله ما حداقل سه تا فرض داره یا منفصله حقیقی است یا منفصله مانعت الجمع یا منفصله مانعت الخلو و از سوی دیگر متصله ما یا لزومی است یا اتفاقی اینها های مختلف مسئله هستند و باز هر یک از متصله و منفصله یا موجبن یا سالبه یعنی از نظر کیف قابل قسمت به ایجاب و سلبن و از نظر کم من میتوان تقسیم کرد به کلی و جزئی یعنی منفصله حقیقیه کلیه منفصله حقیقیه جزئیه منفصله حقیقیه سالبه کلیه و منفصله حقیقیه سالبه جزئیه مانعت الخلو و مانعت الجم هم همین اقسام را داره متصله هم همین اقسام را داره متصله موجبه کلیه متصله موجبه جزئیه متصله سالبه کلیه و متصله سالبه جزئیه بنابراین های مختلفی برای این مسئله میتوان ترسیم کرد اما آنچه از بیان مرحوم مصنف به دست میاد اینه که همه اینها دارای یک حکمن به جز یک استثناء مطرحه دیگه فرق نمیکنه که متصله ما متسل... البته این متصله نباید متصله اتفاقیه باشد فرض ما در متصله لزومی است و از سوی دیگر منفصله ما هم باید منفصله عنادیه باشد بنابراین بحثی از اتفاقیه موضوعا خارجه هرچند مجال بحث داره که اگر یک اتفاقیه بود دیگری لزومیه یا یک اتفاقیه دیگری عنادیه بود اونجا چی آیا محل جای بحث داره یا نه منطقدانانی در این قسمت بحث هایی دارند که می توانید به کتاب کشف الاسرار خونجی از باب نمونه مراجعه بفرمایید اما فرض ما منحصر به اونجا است که متصله ما متصله لزومی است و منفصله ما هم منفصله عنادیه است که تقسیم میشه به حقیقیه مانعت الجمع و مانعت الخلو و متصله ما فرق نمی کند کلی باشد یا جزئی علا ای حالین در صورتی که موجبه باشند این حکم را خواهند داشت که ما میتوانیم منفصله را تحویل ببریم به متصله اگر منفصله را تحویل بردیم به متصله اون وقت در واقع دو تا متصله خواهیم داشت یعنی یکی از اون متصله ها رو چون این منفصله ما فرزن منفصله مانعت الجمعه اگر مانعت الجمع باشد به دو متصله قابل تحویله یکی از اون متصله ها رو که به درد ما میخوره و متناسب با متصله ماست در واقع در کنار این متصله قرار میدیم یا اون متصله قبلی می شود سغرا یا این متصله که از منفصله به دست آمده می شود سغرا دیگری می شود کبرا از مجموعه این دوتا می توانیم شکل را تشکیل بدیم و با توجه به برخورداری از شرایط اون شکل نتیجه مورد نظر را به دست بیاریم در واقع این منفصله ما و متصله ما برمیگردد به قسم اول اون جایی که هر دو متصله بود چون اگر این منفصله ما منفصله حقیقیه باشد به چهار متصله قابل تحویله بنابراین ما چهار متصله داریم در یک سو و یک متصله داریم در یک سوی دیگر حالا ببینیم که این متصله که مثلا سغراست و از قبل بود با منفصله ای که مثلا کبراست و نتیجه او چهار متصله است چه نسبتی با همدیگر دیگر دارند آیا شکل اول رو تشکیل میدن یا نه شکل دوم و سوم و آیا شرایط اون شکل رو دارد یا نه کدام یک از ضرب های شکل دوم سوم یا اول می شود این اینجا ما در واقع دو تا متصله خواهیم داشت از این دو متصله می توانیم همان نتیجه ای را بگیریم که از قسم اول می گرفتیم یعنی قیاس شرطی معلف من المتصلتین و اگر مانعت الجمع و مانعت الخلو هم باشد اونجا باز می توانیم در واقع چون هر یک از مانعت الجمع و مانعت الخلو به دو متصله قابل تحویله در نتیجه ما یک متصله در یک سو داریم و دو تا متصله دیگر در سوی دیگر که مجموعاً از اینها می توانیم یک قیاس معلف عن المتصلتین تشکیل بدیم حالا هر یک برخوردارش شرایط بود می تواند منتج باشد و با توجه به اون شرایط و نوع اون شکل که آیا اون شکل نتیجه موجبه کلیه در اختیار ما میگذارد یا سالبه کلیه موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه فرق میکند کند ای حالین باید دید که کدام شکل را پدید میارند و دارای چه شرایطی است و کدام یک از ضربه های اون شکل پدید میاد در نتیجه می توانیم با توجه به بحث هایی که در باب قیاس اقترانی حملی مطرح شد اینجا هم نتیجه گیری کنیم و اما اگر منفصله ما سالبه باشد اینجا معمولا منطق دانان مدعی که منفصله نباید سالبه باشد یعنی یکی از فرض ها در واقع یک فرض کلان مسئله ما خارج می شه و اون صورتی است که منفصله ما سالبه باشد بنابر دیدگاه منطق دانان اگر منفصله سالبه بود خواه متصله موجبه باشد یا سالبه علا ای حالین از چونین منفصله و چونین متصله نمیتوان نتیجه قطعی گرفت دلیلش اینه که گاهی همین منفصله که تحویل میره به دو متصله در کنار اون متصله قبلی نتیجه مورد نظر رو میدهد و گاهی اون نتیجه رو نمیدهد یعنی گاهی اصلا عقیمه یا شکل مورد نظر پدید نمیاد بنابراین چون گاهی نتیجه میدهد و گاهی نتیجه مورد نظر را نمیدهد از این جهت میتوانیم بگیم چون این قیاسی معمولا منتج نیست یعنی چون این قیاسی که یکی متصله باشد خواه سغرا خواه کبرا و دیگری منفصله سالبه باشد چون این قیاسی معمولا عقیمه چون در برخی مواد نتیجه میدهد و در برخی مواد دیگر نتیجه نمیدهد حالا مثالش مرحوم مصنف بیان میکنند بنابراین چون این منفصله ای را نمیتوانیم بگیم لزوما منتجه اما مرحوم مصنف در واقع یک اما و اگر را مطرح میکنند اون اما و اگر اینه که وقتی اون منفصله سالبه رو تحویل بردیم به متصله قبلا بیان شد که منفصله سالبه تحویل میره به دو, دو, متصله سالبه جزئیه بنابراین نتیجه این منفصله سالبه دو متصله سالبه جزئیه خواهد بود منتها این دو متصله سالبه جزئیه یا در شکل سوم ضرب پنجم شکل سوم نتیجه میدهد یا در ضرب چهارم شکل سوم یا در ضرب چهارم شکل در واقع دوم یا در ضرب پنجم شکل سوم که صغرا موجبه کلیه کبرا سالبه جزئیه یا در اونجایی که صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه بود بنابراین در تنها در دو فرض این مسئله میتواند نتیجه بده یعنی اگر یکی از به اصطلاح مقدمات ما منفصله سالبه باشد این منفصله رو تحویل میبریم به دو متصله سالبه جزئیه در مواردی که متصله سالبه جزئیه نتیجه میدهد اینجا توانیم از چونین منفصله استفاده کنیم ولی اگر اون منفصله در واقع در چونین مواردی نتیجه بخش نیست یعنی قیاسی از صالبه جزئیه تشکیل نمیشه علا ایهالین در چنین مواردی نمیتوانیم از منفصله صالبه استفاده کنیم نتیجه این که اگر یکی از مقدمات ما صغرا یا کبرا صالبه منفصله باشد خواه حقیقیه باشد خواه مانعت الجم یا مانعت الخلو علا ای حالین چون این قیاسی معمولا منتج نخواهد بود مگر در موارد نادیر یعنی در دو ضرب از مجموعه چهار ضرب و چون دو ضرب از 64 ضرب نادره و مورد اندکه بنابراین کل معدوم به حساب میاد لذا معمولا منطقدانان حکم کردن به این که منفصله ما نباید سالبه باشد اگر سالبه بود منتج نخواهد بود حالا مثالی که ایشون میزنن اینه که لیس البته یعنی صالبه کلیه اما ایکون هازا انسانن او فرسن این شی این موجود یا فرسه یا انسان این یک صالبه مانعت الخلوه یعنی این موجود یا انسان یا فرسه مثلا و یک متصله کلیه داشته باشیم که کل ما کان هازا انسانن کان حیوانا یا نه یک به اصطلاح منفصله مانعت الجمع داشته باشیم حالا علایه حالین مثال به منفصله مانعت الخلو این منفصله مانعت الخلو که این شی اما انسان او فرس می توانیم تحویل ببریم به دو متصله سالبه جزئیه حالا اون دو متصله سالبه جزئیه رو هر یک رو در کنار این در واقع متصله موجبه کلیه قرار بدیم در یکی اصلا شکل پدید نمیاد به دلیل اینکه حد وسط تکرار نشده در دیگری شکل اول پدید میاد ولی این صالبه جزئیه رو نمیتوانیم سغرا قرار بدیم نه کبرا چرا؟ چون شکل اول شرایط اختصاصی شکل اول ایجاب سغرا و کلیت کبرا بود در حالی که اگر سغرا قرار بدیم این سالب است اگر کبرا قرار بدیم کلی نیست بنابراین از چنین سالبه ای نمیتوانیم استفاده کنیم اما اگر ماده را عوض کنیم میتوانیم در واقع از چنین قیاس هایی بنا بر برخی ضرب ها یعنی در برخی از ضرب های قیاس اقترانی حملی میتوان استفاده کرد این خلاصه توضیح این قسمت عبارت رو بخونیم دیروز در واقع اون قسمت اول عبارت که مقدمه بود عرض شد بیان کردیم و توضیح داده شد که گاهی متصله ما صغراست و گاهی کبرا اون جزء مشترک میان متصله و منفصله گاهی در مقدم متصله قرار دارد و گاهی در تالی متصله قرار دارد منتها منفصله رو به دلیل اینکه جایگاه دو طرف انفصال تأثیری در بحث نداره برای ما مهم نیست از این جهت مطرح نکردن رسیدیم به شرایط این نوع قیاس شروطهو و طریقت و اخذ نتیجه چگونه می توان از یک متصله و یک منفصله نتیجه گرفت شرایطش چیست می که لا یلتئم الانتاج من المتصله و المنفصله نتیجه از متصله و منفصله به دست نخواهد آمد ملتئم نخواهد شد یعنی قیاس شکل نخواهد گرفت قیاسی که منتج به یک نتیجه باشد الا برد المنفصله الى متصلتین مگر اینکه اون منفصله رو برگردانیم به متصله یعنی منفصله رو تحویل میبریم به متصله خواه این منفصله با منفصله حقیقیه باشد که به چهار متصله تحویل میره خا مانعت الجمع باشد یا مانعت الخلو که هر یک به دو متصله قابل تحویلند اون وقت وقتی تحویل بردیم این منفصله رو به متصله ها فیتعلف القیاس هین من متصلتین بنابراین قیاسی از دو متصله تشکیل خواهد شد در واقع ما دو تا متصله خواهیم داشت هم صغرا متصله هم کبرا متصله فیرجع و الان نوع الاول بنابراین چون این فرضی هم بر برمیگردد به نوع اول یعنی اون قیاسی که معلفی از دو متصله بود ابتداعا هر دو متصله بودند و هو المؤلف و من متصلتین فی شروطه و انتاج شرایط و انتاج هم همون شرایط خواهد بود و در اونجا بیان شد که شرایط چون این متصله همون شرایط قیاس اقترانی حملی است این تمامی تقسیماتی که در باب قیاس اقترانی حملی داشتیم در چون قیاس هم خواهیم داشت فا این امکنه به ارجاع المنفصله الى متصلتین اگر ممکن باشد ارجاع منفصله به متصله یعنی بتوانیم این منفصله رو برگردانیم به متصله اون وقت فا این امکنه تعلیف و قیاسین اگر برگرداندیم منفصله رو به متصله و امکان داشته باشد تعلیف قیاس یعنی گاهی قیاس تعلیف نمیشه به دلیل اینکه حد وسط تکرار نشده مانند مثالی که الان در ادامه عرض خواهیم کرد قیاس منتجین من احد الاشکال الاربعه اولا قیاس شکلی از اشکال اربعه پدید بیاد یعنی حد وسط باید تکرار شده باشد دوم حاوی على علی شروط شروط را هم دارا باشد یعنی اگر شر شکل اول پدید میاد شرایط شکل اول رو داشته باشد فذاکه یعنی فنه عمل مطلوب اگر چونین شد در واقع چونین قیاس منتج خواهد بود و الا کان عقیما و اما اگر بر نگردد یا برگردد ولی شرایط اون شکل را نداره یعنی اصلا شکل پدید نیاد یا شکل پدید آمد ولی شرایط اون شکل را ندارد چون این قیاس کان عقیم و عقیم بی نتیجه خواهد بود و بعضی هم بنابراین ما می توانیم یک متصله موجبه یا سالبه در کنار یک منفصله حقیقیه موجبه مانعت الجمع موجبه مانعت الخلو موجبه حقیقیه کلیه یا حقیقیه جزئیه مانعت الخلو موجبه کلیه مانعت الخلو موجبه جزئیه مانعت الجمع موجبه کلیه و مانعت الجمع موجبه جزئیه داشته باشیم علی ای حال این فرض های مختلف این مسئله دارد و بعض اشترت فی اما بعضی ها شرط کردند که منفصله ما لزوما باید موجبه باشد متصله مهم نیست موجبه باشد یا سالبه کلی باشد یا جزئی اما منفصله ما لزوما باید موجبه باشد نه سالبه مهم نیست موجبه کلی باشد یا موجبه جزئی بنابراین ما می‌توانیم یک متصله جزئی و یک منفصله موجبه جزئی داشته باشیم منتها باید ببینیم که چون این موجبه آیا می تواند شکلی را پدید بیارد که در, در واقع برخوردار از شرایط اون شکل باشد اگر برخوردار از شرایط اون شکل باشد می توانیم از چنین متصله و منفصله هم استفاده کنیم و بعض هم بعضی از منطق دانان اشتر شرط کردن در این قسم که ان لا تکون المنفصله صالبتن که اون به اصطلاح جزء منفصله ما خواه سغرا خواه کبرا سالبه نباشد و هاز شرط این دیدگاه مرحوم مصنف و هاز شرط صحیح الى حد ما صحیح هست تا اندازه یعنی فی الجمله درسته نه بیل جمله که بگیم هرگاه منفصله ما سالبه بود هرگز منتج نیست در برخی فرض ها منتجه ولو فرزی نادر و در واقع اندک باشد لذا می فرماید که صحیحون الى حد ما لان المنفصلت سالبه وقتی منفصله ما سالبه بود این نما تحول الى متصلت سالبت جزئیه چون این منفصله تحویل می رود به دو متصله سالبه جزئیه وقتی جزئی شد در واقع این جزئی ها در همه اشکال و در همه ضرب های اون اشکال کاربرد ندارد بلکه در برخی ضرب ها کاربرد داره و چون اون ضرب ها موارد اندک و موارد نادره بنابراین می توانیم بگوییم که اگر منفصله ما صالبه بود چون این قیاسی منتج نیست اما به نحوی کلی درست نیست یعنی در برخی فرض ها می توانیم از چون این منفصله هم استفاده کنیم و سالبت جزئیه اگر در واقع یکی از مقدمات ما سالبه جزئیه بود لیس لها موقع فی الانتاج جایگاهی در این ارزشی در انتاج نخواهد داشت سالبه جزئیه کارآمد نیست در بحث به اصطلاح اشکال اربعه و در بحث قیاس فی جمیع الاشکال در همه اشکال چارگانه سالبه ای جزئیه به درد نمیخوره نمیتوانیم از مقدمه ای استفاده کنیم که سالبه ای جزئیه باشد الا فی ضرب زر... الخامس من شکل سالیست مگر در ضرب سوم از شکل در ضرب پنجم شکل سوم ضرب پنجم شکل سوم سو... بود که یکی از مقدمات ما سالبه ای جزئیه بود و به همین دلیل بود که ما نتوانستیم از عکس استفاده کنیم برای اثبات این ضرب ناگزیر شدیم از برهان خلف استفاده کنیم یا از دلیل افتراض مثلا الا فی الضرب الخامس من الشکل الثالث اون ضرب خامس چی بود؟ المعلف من موجبت کلیه و سالبه جزئیه سغرای ما موجبه کلیه و کبرای ما سالبه جزئیه بود موجبه کلیه و سالبه جزئیه در ضرب پنجم شکل سوم می توانست مفید باشد و ضرب رابع من شکل ثانی در ضرب چهارم شکل دوم که المعلف من این جزئیه و موجبت این کلیه سغرا سالبه جزئیه بود و کبرا موجبه کلیه در این دو مورد می توانستیم از سالبه جزئیه هم استفاده کنیم و هازان زربان نادران این دو زرب نادره چون حداقل ما نشان دادیم که 64 زرب داریم یعنی در واقع این سالبه جزئیه تنها در دو ضرب از 64 ضرب کاربورد دارد لذا می توانیم بگیم نادر ان نادر کلمه معدوم بنابر این می توان گفت اگر منفصله ما صالبه بود ناکار آمده لذا می فرماید و علیه فل منفصله تو سالبه اگر منفصله ما صالبه بود ازا امکنه امکان داشته باشد و بتوانیم به تحویل ها الى متصلت سالبت جزئیه که برگردانیم این منفصله رو به سالبه جزئیه به متصله سالبه جزئیه یعنی این منفصله رو برگردانیم به دو متصله سالبه جزئیه ازا امکنا انتو مع المتصلت المذکوره بتوانیم وقتی برگرداندیم این منفصله رو به متصله سالبه جزئیه با اون متصله موجبه کلیه اگر بتوانیم تعلف قیاسی را یک قیاسی را تشکیل بدیم که المذکور فی الاصل یعنی اون متصله که مذکوری در اصل بود چون اون متصله ما محفوظه حالا صغرا یا کبرا اون وقت احد ان تولف احد از المذکورین اگر بتوانیم با استفاده از اون متصله موجبه کلیه و این منفصله سالبه جزئیه یکی از اون دو ضرب را تشکیل می میتواند منتج باشد و اگر نتوانیم منتج نخواهد بود لذا میفرماید این القیاس یکون منتجا اگر برگشت به یکی از اون دو ضرب قیاس ما منتج خواهد بود فلیس هاذا شرط صحیحا علی اطلاقهی چون این شرطی یعنی سالبه نبودنی منفصله علا اطلاقش درست نیست در برخی موارد ولو علا نحوی موجبه جزئیه کار آمده مثلا حالا اون مواردی که کار آمد نیست مثلا اذا قلنا لیس البتته چون این نیست که لیس البتته سوری سالبه کلی است اما ایکون هازا انسانن او فرسن این شی یا انسانه یا فرس یعنی میدانیم یا انسانه یا فرس اینجا مانعت الخلوف در نظر میگیریم که در واقع این منفصله ما منفصله مانعت الخلوف سالبه کلی است و یک متصله هم داریم که کبراست و کل ما کان هازا انسانن کان حیوانن هرگاه این شی انسان باشد حیوان هم خواهد بود این یک متصله موجبه کلیه لزومیه که قدر مشترک انسانه انسان در متصله ما در واقع بخشی از مقدم نه تالی اینجا فا انهما لا ينتجان چون این قیاس منتج نخواهد بود چرا چون اون سالبه رو وقتی برگردانیم به متصله دو تا متصله سالبه جزئیه به دست خواهد آمد یکی از اون متصله ها حد وسط نداره با این متصله اصل ما اون دیگری که حد وسط دارد نتیجهش می شود شکل اول اما سالبه جزئیه در شکل اول کارآمد نیست بنابراین چون این قیاس منتج نخواهد بود لذا می فرماید نه ما لا یونتجان این دوتا نتیجه نخواهند داد لانه اذا حولنا المنفصله الى متصلت وقتی ما منفصله رو تحویل بردیم به متصله لا تؤلف مع المفروزه شکلا منتجان شکل منتج را تشکیل نخواهد داد یعنی این متصله صالبه جزئیه با اون متصله موجبه کلیه یک شکلی را که نتیجه بخش باشد نتیجه داشته باشد برای ما تشکیل نخواهد داد ایز ان هذه المنفصله مانعه الخلو زیرا که این منفصله منفصله مانعه الخلو که تحول الى المتصلتین تحویل میرود به دو تا متصله که اون دو تا متصله اینه قد لا یکون اذا لم یکون هازا انسانا فهو فرس که در واقع ما نقیز یکی از دو طرف این فیصال را مقدم قرار دادیم و عین طرف دیگر را تالی قرار دادیم قبلا توضیح داده شد قد لا یکون این قد لا یکون در واقع سوری صالبه جزئیه اذا لم یکون که نقیز کان انسانا لم یکون هازا انسانا فهو فرسون این یک متصله متصله سالبه جزء دوم این است که قد لا یکون ازا لم یکون هازا فرسن اونجا فرسن بود نقیزش می شود لا یکون و فرسن اگر لا یکون و فرسن نباشد کانه انسان ها که این طرف دیگره بنابراین این دو دو متصله نتیجه اون منفصله سالبه است فلو قررن المتصله رقم یک اگر ما متصله شماره یک را قرین اون متصله موجبه کلیه قرار بدیم بگیم کل ما کان هازا انسانن کان حیوانن قد لا یکون ازا لم یکون هازا انسانن فهو فرس در واقع شکل را تشکیل نمیده به دلیل اینکه در اینجا لا یکون و انسانن ولی در متصله ما کان انسانن بود لا یکون و انسانن و کان انسانن حد وسط نیست در واقع بخش از حد وسط تکرار شده همه حد وسط در هر دو مقدمه تکرار نشده بنابراین این شکل پدید نمیاد لذا می فرماید فلو قررن نا المتصله رقم یک یعنی اون سالبه جزئیه شماره یک را بالمتصله الاصلیه با اون متصله اصلی که موجبه کلیه بود قرین بکنیم یعنی از هر دو بخوایم یه شکل را تشکیل بدیم قیاس را تعلیف کنیم لا یتکرر فیه ما حد اوستین حد وسط در هر دو تکراری نیست و چون حد وسط تکرار نشده پس اصلا شکل پدید نمیاد ولو قررن المتصله رقم دو اگر متصله دومی را قرین بکنیم با اون متصله موجبه کلیه بیل اصلیه. بیل اصلیه یعنی اون متصله اصلی کان من شکل اول اول رابع یا از شکل اول یا شکل رابع یعنی بستگی به این داره که ما این متصله سالبه جزئیه رو اگر صغرا قرار بدیم اون موجبه کلیه رو میشود شکل اول اگر موجبه کلیه رو صغرا قرار بدیم این سالبه جزئیه رو کبرا قرار بدیم میشود شکل چهارم علا ای حالین یکی از دو شکل رو پدید میاره اما منتج نخواهد بود چرا چون در شکل اول ایجاب سغرا شرط بود پس سالبه جزئیه رو نمیتوانیم سغرا قرار بدیم اگر کبرا بیاریم کلیت کبرا را نداره چون این جزئی است لذا می فرماید که یا من شکل الاول او رابع یکی از این دو شکل پدید میاد منتها ولا ینتج از سالبت الجزئیه فیه ما سالبه جزئیه در هر دو نتیجه بخش نخواهد بود در شکل چهارم هم نتیجه بخش نیست سالبه جزئیه همونطور که قبلا در شرط های اختصاصی شکل چهارم بیان شد ولو اردنا اما اگر ما به مواد را عوض کنیم مواد رو در واقع به جای اون منفصله ما یه منفصله دیگر قرار بدیم مواد رو در واقع تغییر بدیم ولو اردنا ان نبدل من المتصله الاصلیه اگر ما متصله رو یعنی در واقع منفصله نه بلکه متصله رو مواد متصله رو تغییر بدیم اگر تبدیل کنیم متصله اصلی را با این قضیه. یعنی این قضیه را جایگزین اون متصله قبلی بکنیم که کل ما کان هازا ناطقا کان انسانا بنابراین ما این گونه خواهیم داشت که کل ما کان هازا ناطقا کان انسانا اون وقت دو تا متصله سالبه جزئیه خواهیم داشت حالا فا اینها مع المتصلت رقم دو اگر این را در واقع قرین بکنیم این متصله دوم را با اون متصله شماره دو سالبه جزئیه شماره دو هر دو را قرین بکنیم اون وقت پدید میاد تو از ضرب رابع ضرب چهارمی شکل اول شکل دوم پدید میاد ضرب چهارم شکل دوم فیونتج نتیجهش این خواهد بود اون ضرب چهارم سالبه جزئیه بود که صغرا بود و کبرای ما موجبه کلیه بنابراین صغرای ما این میشه قد لا یکون اذا لم یکون هازا فرسن فهو انسان گاهی چنین نیست که اگر شیء انسان نباشد فرس باشد این صغرا سالبه جزئیه کبرای ما این خواهد بود کل ما کان هازا ناتقن کان انسانن انسان در هر دو مشترکه هم در متصله هم در منفصله و این انسان حد وسطه که محمول در هر دوست بنابراین می شود شکل دوم اما ضرب چهارم شکل دوم نتیجه هم می شود سالبه جزئیه فیونتج قد لا یکون اذا لم یکون هازا فرسن فهو ناطق بنابراین می بینیم که اگر منفصله ما سالبه جزئیه باشد گاهی با برخی مواد نتیجه درست می دهد و با برخی مواد نتیجه درست نمی دهد. اما علی ای حالین اگر بتوانیم برگردانیم به یکی از اون دو ضربی که قبلا توضیح داده شد این منفصله منتجه و اگر بر منتج نخواهد بود در نتیجه می توان گفت اگر منفصله ما سالبه بود عموما نتیجه بخش نخواهد بود این خلاصه در واقع این بحث انشاءالله ادامه این بحث رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته